سلام، به خبرهای این ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز پنجشنبه هفتم ماه جوزای سال 1394 هجری خورشیدی و 28 ماه می سال 2015 میلادی است. نخست سرخط مهمترین خبرها. لغو پرسش برانگیز سفر رئیس جمهور غنی به قطر. پلانای صدروزه ای که شروع شده باید دوام پیدا کنه. با می لحاظ امی سفر به تعویق افتید. انتقاد از ادامه کار سرپرستان در نهادهای دولتی. والیا سرپرست، وزیر دفاع سرپرست و مانده بود که وکلام سرپرست شدن که ظاهره نام سرپرست میشن برای چند ماهی و یک طنز تلخیه. پیوستن 19 مسافر آزاد شده با خانواده هایشان. تلاش وزارت زراعت برای ایجاد بانک کشاورزی در کشور. با پیشرفت ارتش عراق در جنگ با جنگجویان داعش در پالایشگاه نفتی بیج. مشروع خبرها. منبعی که نمیخواهد نامش گرفته شود به ترو نیوز میگوید که سفر رئیس جمهور و شورای عالی صلح به قطر به علت نهایی نشدن تفاهم نامه تبادل اطلاعات استخباراتی با اسلام آباد ملغا شده است. در همین حال شورای عالی صلح میگوید که در این سفر یکی از هدفهای مهم رئیس جمهور گفتگو درباره نقش دوحه در روند گفتگوهای صلح بود. از سوی دیگر رئیس مجتمع جامعه مدنی میگوید که پس از سر و صداها درباره امضای تفاهمنامه تبادل اطلاعات با پاکستان احتمال دارد که اسلام آباد از طالبان خواسته باشد که در گفتگو با دولت افغانستان در قطر حاضر نشوند. قرار بود که رئیس جمهور به روز شنبه به قطر برود، اما حکومت افغانستان میگوید که رئیس جمهور به علت گرفتاری‌های داخلی این سفر را لغو کرده. شریف امیری گزارش می‌دهد. قطر از رهگذر آوردن سال در افغانستان به یک مکان شناخته شده در میان افغانها مبدل شده است. سال هاست که نمایندگان حکومت و طالبان در این کشور به هدف کشانیدن دامنه سال در افغانستان به اینجا رفت و آمد دارند. قرار بود این بار بلند پایه‌ترین فرد کشور رئیس جمهور غنی به قطر برود. سفری که انتظار می رفت تا بخش از کشیدگی ها و مشکلات در روند گفتگوهای سال از میان برداشته شوند. یکی از موضوعات مهم و در صدر آجندای کاری در سفر به قطر ای بود و ای هست و خواهد بود که نقش دولت دوست و برادر قطر به ارتباط تقویت پروسه صلح و آشتی ملی ما باید جویا شویم. میگویند برای این سفر رئیس جمهور تمامی آمادگی ها گرفته شده بود و حتی برای این هیئت و خبرنگاران اقامتگاه نیز در نظر گرفته شده بود. اما به یک بارگی خبر ملغا شدن این سفر به گوش ها رسید. براستی علت این کار در چیست؟ آنچه خیلی مهم است که پاکستان به طالبان اجازه ندادن که به قطر برن و با دولت افغانستان مستقیما مذاکره بکنن. این به این معناست که پاکستان هنوز اراده به خاطر ایجاد یک فضای صلح در افغانستان و همکاری با دولت افغانستان ندارد. اما دیدگاه ریاست جمهوری درباره ملغا شدن این سفر رئیس جمهور به قطر این گونه است. رئیس جمهور تمرکزش سر موضوعات داخلی است برای فعلا و سلسله پلانای صد روزه ای که شروع شده باید دوام پیدا کنه. با می لحاظ امی سفر به تعویق افتید. اما این تنها پاکستان و قطر نه، بل چین هم یک ضلع اصلی در مثلث روند گفتگوهای سال پنداشته می شود. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین در گفتگوی با سی سی تی وی از جنگ غرب در برابر هراس افغانی انتقاد می کند.
رهبران غرب همواره میگویند که این جنگ زیر نام جنگ در برابر هراس افغانی از 13 سال ادامه دارد. اما برایند آن کجاست؟ آیا ما مسئول شدیم؟ اگر واقعا جنگ با هراس افغانی باشد، باید در همکاری مشترک با کشورهای این منطقه به پیش برده شود. در این منطقه قدرت‌های بزرگی وجود دارند که توانایی نظامی و فناوری دارند. پس غرب باید بر این کشورها حساب کند و اگر این واقعا جنگ با هراس افغانی باشد، نمی‌توانیم بدون کمک این کشورها در آن پیروز شویم. چین از کشورهایی است که گپ‌های زیاد قابل شنیدن به اسلام آباد دارد. رئیس جمهور هم پس از عربستان و پاکستان در نخستین سفرهایش رفتن به چین را اولویت داد و از مقام‌های این کشور خواست تا بر اسلام آباد برای کمک به روند صلح در افغانستان فشار بیاورد. اما باورهای این هستند که تا هنوز هر گونه سیاست کابل اسلام آباد را برای کمک صادقانه به روند صلح قانع نساخته است. اعضای مجلس نمایندگان میگویند تا کنون روشن نیست که معصوم استانگزی سرپرست وزارت دفاع ملی چه زمان برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نمایندگان خواهد رفت. نمایندگان مجلس و فعالان جامعه مدنی ادامه کار سرپرستان به شمول سرپرست والیان و سرپرستان نهادهای مستقل را از عوامل افزایش بی‌نظمی‌ها در کارهای دولتی می‌دانند و تاکید می‌ورزند که حکومت هر چه زودتر باید به معضل سرپرستی در کشور پایان بدهد. طارق مجیدی گزارش می‌دهد. در حالی که 23 روز دیگر به پایان کار قانونی اعضای مجلس نمایندگان مانده است و پس از آن ادامه کار نمایندگان و هر گونه رأی دادن، تایید و رد به پیشنویس‌های قوانین از سوی آنان باطل شناخته می شود. اعضای مجلس می گویند که حکومت تا کنون روشن نساخته است که نامزد وزیر دفاع ملی را چه زمانی به مجلس معرفی خواهد کرد. والیا سرپرست، وزیر دفاع سرپرست و مانده بود که وکلام سرپرست شوند که ظاهرا نام سرپرست میشن برای چند ماهی و یک طنز تلخیه. اما چیزی که من خبر خوش که برای شما ملت افغانستان میدم، از سه شب قبل جناب آقای استانگزی به سرعت اونا معرفی میشن به ولسی جرگ افغانستان، کمپاین خود شروع کردن. والی ها که در ولایت سرپرست هسته یا وزیر ها که سرپرست بود یا که امروز وزارت دفاع ما شما سرپرست هسته، اینا تاثیر فوق العاده در ناامنی، در بیکاری، در فقر، در بدامنی داره. در بیشتر از 9 ماه کار حکومت وحدت ملی، بارها از ادامه کار سرپرستان در نهادهای دولتی و نهادهای مستقلی چون بانک مرکزی، دادگاه عالی و دادستانی کل انتقادهای زیادی شده است. حکومت گفته است که علت این همه تأخیر جستجوی چهره های شایسته برای این بخش ها بوده است. وقتی در جای یک وزیر نباشه، تصمیم گیری ها نمیتونه قاطعانه گرفته شود. به اون خاطر است ما در خلای قدرت قرار میگیریم. هرچی عاجلتر ما مطمئن هستیم که رئیس جمهوری، وزیر دفاع معرفی کنه و پارلمان هم در مورد ازی تصمیم بگیرن تا این حوادثی که هر روز بحران های امنیتی زیادتر شده میره و هر روز خطرات تهدیدات امنیتی بیشتر شده جلوی ازی گرفته شود. فعالان جامعه مدنی و اعضای مجلس میگویند که معضل سرپرستی تنها در وزارت دفاع ملی نیست، بل بیش از 20 ولایت کشور شمار زیادی از سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های سیاسی افغانستان از سوی سرپرستان اداره می‌شوند. در این باره نتوانستیم دیدگاه حکومت را داشته باشیم. صدها مهاجر افغان در یونان بازداشت شدند. مقام‌ها در یونان می‌گویند که تنها در دو روز گذشته در حدود 1200 شهروند افغانستان و سوریه که می‌خواستند به کشورهای دیگر اروپایی برسند بازداشت شدند. در همین حال سازمان ملل متحد می‌گوید که ناامنی‌ها و نبود کار باعث شدند تا جوانان افغان به کشورهای اروپایی بروند. میر آقا پوپلزی گزارش می‌دهد. یونان یکی از بدترین استگاه‌های مهاجران افغان است که می‌خواهند خودشان را به کشورهای دیگر اروپایی برسانند. آنان سرپناه ندارند و در کوچه و بازار و حتی جنگل‌ها در شرایط بسیار بد زندگی می‌کنند. قاچاقبران انسان این مهاجران را از راه‌های غیر قانونی و خطرناک زمین و دریا از ترکیه به یونان و سپس به کشورهای دیگر اروپایی می‌رسانند. مقام‌های یونانی می‌گویند که تنها در دو روز گذشته دست کم 1200 مهاجر از افغانستان و سوریه به یونان رسانیده شده اند.
تنها از آغاز امسال تا کنون 7000 مهاجر از کشورهای گوناگون در اینجا بازداشت شدند که تقریبا تمامی این افراد به گونه‌ای غیرقانونی می‌خواهند خودشان را به کشورهای اروپایی برسانند. اما شاید بسیاری از این افراد بی‌خبر از راه‌های دشوارگذر و خطرناک هستند. در همین حال سازمان ملل متحد بیکاری و افزایش ناامنی‌ها را از علت‌های اصلی تلاش جوانان برای بیرون شدن از افغانستان می‌داند. فقر گسترده، میزان بلند بیکاری و در عین زمان ناامنی ها در بعضی از مناطق افغانستان این طبیعتاً تاثیرگذار است و از عوامل عمده محسوب میشه که مردم در جستجوی زندگی بهتر خود یا از یک قریه به قریه دیگه، از یک شهر به شهر دیگه یا تا از کشوری به کشور دیگه میرن. شماری از مهاجران که میکوشند به اروپا برسند امسال به گونه کم پیشینه افزایش یافته است و آمارهای اتحادیه اروپا نشان میدهند که همزمان با این تلفات کسانی که با کشتی میخواهند به اروپا برسند افزایش یافته است و تنها از آغاز سال روانی میلادی تا کنون بیش از 1800 تن در نتیجه غرق شدن کشتی هایشان در دریای مدیترانه جان باختند. سالانه هزاران تن از کشورهای جنگ زده و فقیر برای رسیدن به یک زندگی بهتر به سوی اروپا می روند. اما بسیاری از این مهاجران با سرنوشت تلختر و دردناکتر روبرو می شوند. با این همه 19 مسافر رها شده امروز به خانواده هایشان پیوستند. این مسافران میگویند تا هنگام رهایی مسافران که هنوز در چنگ ربایندگان هستند با رسانه ها گفتگو نمی کنند. در همین حال معاون دوم رئیس جمهور پیشین میگوید که از میان 11 مسافر باقی مانده 8 تا 9 تن آنان زنده هستند اما وضع خوب ندارند. در همین حال شماره از بزرگان قوم از ولایت های زابل و غزنی در دیدار با محمد کریم خلیلی و خانواده های مسافران ربوده شده میگویند که گروگانگیران آماده هستند که این مسافران را نیز رها کنند. عابد جوینده گزارش می دهد. سرانجام 19 مسافر رها شده به روز پنجشنبه با خانواده هایشان یک جا شدند. اما از سرنوشت ربوده شدگان دیگر خبری نیست. کریم خلیلی معاون رئیس جمهور پیشین در دیدار با آن بزرگان قوم که از ولایت های زابل و غزنی به کابل آمدند از احتمال تلف شدن ربوده شدگان که هنوز هم در چنگ ربایندگان هستند نگران است. بزرگترین نگرانی هم همیست با فصل گرمایی که پیش آمده، با شرایط رقتباری که اونا دارند، ما نگران زیستیم که اگر ادامه پیدا کنند ممکن با وضعیت جسمی خراب قرار بگیرند و زایی نشند. این مقام پیشین حکومت میگوید که بر بنای گفته های بزرگان قوم از میان 12 مسافر باقی مانده 8 تا 9 تنشان زنده هستند و تلاش ها برای رهایی آنان ادامه دارند. خبرهای خوش به ما آوردن و ما رو پیگیری میکنیم. امیدوار هستیم به جای خوب برسه. حکومت هم در این راستا تلاش های خود خواهند کرد و من امروز هم با جناب استاد دانش صحبت داشتم که هر سری در این راستا تلاش ها را سرعت بدن تا باعث آزادی 8 نفر شود. اونا گفتن اونجا دیگه اونا حاضره که اینا را رها کنن. مقصد البته او دولت میدونه، اونا میدونه، اونا آمادگی داره که اینا تبادل کنن. خانواده های 12 مسافر دیگر هنوز هم در چادر دادخواهی به سر میبرند و از حکومت میخواهند که برای رهایی نزدیکانشان اقدام کند. خیلی دست روز غم کلور شده رفته. اون جمله که خانه های خبوره اما دیگه هون چیز خوش چی شد. باید که مو ارز خود نفر من در رهاشن اخو به دولت امیر کشیش کنه. ولی نگرانی ما خیلی زیاد شده. یک برده از اینکه 19 نفر آزاد شد دیگه ما با فراموشی گذاشتیم. دولت که تلاش نمی کنم. 19 مسافر از میان 31 تن دو هفته پیش پس از مبادله با 26 زندانی ازبک رها شدند. اما تا کنون شرط های گروگانگیران برای رهایی مسافران باقی مانده روشن نیستند. و عاشق الله وفا یکی از نمایندگان بغلان در مجلس نمایندگان مدیر مسئول تلویزیون خصوصی تنویر را به مرگ تهدید کرده. این نماینده پارلمان دو شب پیش در اکتماس تلفنی با شیر محمد جهش مدیر مسئول تلویزیون تنویر به پوشش خبری این رسانه از رویدادهای بغلان اعتراض کرده و گفته که روز شنبه از کابل به پل خمری خواهد رفت تا وی را مجازات خواهد کرد. آقای وفا به جهش هشدار داده است که این رسانه دیگر حق ندارد که قضیه برکناری
جنرال امین الله امرخیل فرمانده پلیس پیشینین ولایت را پوشش دهد. درباره این رویداد نتوانستیم نظر آقای وفا را به دست آوریم. ادامه خبرها. ارتش عراق از پیشرفت در جنگ با داعش خبر می‌دهد. مقام‌های ارتش عراق می‌گویند که امروز چندین پاسگاه داعش را در پالایشگاه نفت بیجی تصرف کردند. این مقام‌ها تایید می‌کنند که سربازان ایرانی نیز در جنگ با داعش نقش دارند. از سوی دیگر شمار از خانواده‌ها در فرانسه می‌گویند که داعش ده‌ها دختر اروپایی را با پخش تبلیغات اغواکننده در رسانه‌های اجتماعی به ویژه در فیسبوک و توییتر با پیوستن به این گروه کشانیده است. عملیات تهاجمی ارتش عراق شبه نظامیان شیعی و قبایل سنی مذهب با پشتیبانی حمله های هوای ائتلاف جهانی بر ضد داعش در ایالت های صلاح الدین و انبار شدت گرفتند. ارتش عراق میگوید که به روز پنج شنبه در نبرد بیجی بزرگترین پالایشگاه نفتی این کشور پیشرفت کرده است. از سوی دیگر وزیر خارجه سوریه حمله های هوای ائتلاف جهانی به رهبری ایالات متحده را بر داعش در عراق و سوریه اثر نمیداند. ما هرگز بر حمله های ائتلاف جهانی ضد داعش حساب نمی کنیم. آنچه در پالمیرای سوریه رخ داد مشابه به چیزی است که در ایالت انبار عراق رخ داده است. در همین حال خانواده های شماری از دختران اروپایی که به داعش پیوستند می گویند که این گروه با تبلیغات هدفمند توسط رسانه های اجتماعی جوانان را به خود می کشاند. این خانواده ها می افزایند دخترانی که به داعش می پیوندند نمی دانند که سفر به عراق و سوریه و پیوستن به داعش سفر یک طرف است. روزی ساختن چنین دختران جوان کار بسیار دشوار است. آنان مشوره های شما را نادرست می پندارند. حتی مشاجره باعث از همپاشی خانواده های این دختران می شود. آمارها نشان می‌دهند از میان نزدیک به 3000 اروپایی که با داعش در عراق و سوریه پیوستند دست کم 550 تن آنان زنان هستند. و شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه خشونت‌ها را در برابر خبرنگاران محکوم می‌کند. این قطعنامه از تمامی طرف‌های درگیر در سراسر جهان می‌خواهد که از حمله‌های عمدی و خشونت‌های دیگر در برابر خبرنگاران دست بردارند. گفته می‌شود که از سال 2006 تا 2013 میلادی 273 خبرنگار در بخش‌های جنگ‌زده جهان کشته شدند. ادامه خبرها. وزارت زراعت و آبیاری بانک کشاورزی ایجاد می کند. مسئولان این وزارت می گویند که این بانک با امکانات کافی مالی ایجاد خواهد شد و تمامی سهولت های بانکی و قرضدهی را برای کشاورزان فراهم خواهد ساخت. مسئولان این بانک می گویند که سه گزینه در نظر گرفته شدند. بر بنیاد این گزینه ها یا یک بانک نو ایجاد می شود یا بانک کشاورزی که در گذشته موجود بود دوباره به کار می افتد و یا هم یکی از بانک های دولتی به بانک کشاورزی مبدل می گردد. گیتی محسنی گزارش می دهد. هرچند حکومت پیش از این بانک زراعتی را از میان برداشته است، اما اکنون وزارت زراعت و آبیاری می گوید که برای حل مشکلات کشاورزان و رشد کشاورزی و گسترش دامداری در کشور موجودیت یک بانک کشاورزی بسیار ضروری است. اگر شود که بانک زراعتی سابق دوباره احیا شود و جایدادش به خودش تسلیم شود دوباره، یا ای که یک بانک دولتی به نام بانک زراعتی ایجاد شود و تبدیل شود به یک بانک زراعتی و او بانک خدمت کنه به دهقانان. در همین حال آگاهان بخش کشاورزی میگویند که برای دسترسی کشاورزان به وام های کوتاه مدت و دراز مدت با سود اندک نیاز است تا بانک کشاورزی در کشور ایجاد شود. دا یو تضمین دیره دولت دپاره او قرضی واخلی په دقانانو باندې تقسیم کی او دقانانو ته چوک ضرورت لري هغه باندې تخمونه واخلی یا تراکتوري واخلی یا لارې ورته جوړ کی یا مارکیټ جوړ کی یا د حاصلاتو دپاره د انتقال دپاره د مارکیټ په خاطر باندې هلې ځلې وکړي. به گفته وزارت زراعت و آبیاری در حال حاضر نیز یک نهاد مالی کمک کننده به شکل صندوق در این وزارت با بودجه 133 میلیون دلاری موجود است که تاکنون 62 میلیون دلار را به 30,000 کشاورز بدون سود وام داده است و کشاورزان از این طریق می توانند تا 100,000 دلار نظر به نیازمندیشان از این نهاد وام بگیرند.
و در صد روز نخست کار وزارت مخابرات ظرفیت شبکه فایبر نوری تا 4 برابر افزایش داده خواهد شد. وزیر مخابرات و فناوری اطلاعاتی میگوید که در برنامه صد روز نخست این وزارت تلاش می شود تا شمار از دانشگاه ها و مکتب های کشور از راه شبکه فایبر نوری به دانشگاه ها و مکتب های معتبر جهان پیوند داده شوند. و بیننده های گرامی، رویدادهای ورزشی خبرهای امشب را همکارم سمیر رسا تقدیمتان خواهد کرد. آقای رسا. تشکر. پس از میان برنامه کوتاه نظر میاندازیم به مقام سومی تیم ملی والیبال افغانستان و رویارویی تیم ملی فوتبال افغانستان فردا در برابر لاوس. بازم خوش آمدید. تیم ملی والیبال افغانستان مقام سوم رقابت‌های والیبال حوزه مرکز آسیا را به دست آورد. ملی پوشان والیبال کشور در دیدار رده‌بندی این رقابت‌ها 3-2 نیپال را شکست دادند و بر سکوی سوم ایستادند. رقابت‌های والیبال حوزه مرکز آسیا با حضور 9 کشور در شهر داکای بنگلادش برگزار شده بودند. تیم ملی فوتبال افغانستان در یک بازی دوستانه فردا در برابر لاوس با میدان می‌رود. این دیدار با ساعت 4 عصر به وقت کابل به گونه زنده از تلویزیون های طلوع و لمر پخش می شود. ملی پوشان فوتبال کشور پس از دیدار با لاوس رهسپار داک اخوان شد و در یک دیدار دوستانه دیگر در برابر تیم ملی بنگلادش سفارای اخوان کرد. فدراسیون فوتبال کشور برای آماده ساختن بازیکنان ارزیابی و شناسایی 11 چهره برتر برای حضور قدرتمندانه در رقابت های مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه، اردوگاه‌های تمرین و دیدارهای دوستانه را با تیم‌های ملی لاوس و بنگلادش برگزار خواهد کرد. دو بازی برای آمادگی برای تیم و تست کردن بچه‌ها که بچه‌ها تست شوند و ترنر هم 11 بازیکن اصلی خود پیدا بکنه، این بسیار تاثیرگذار است. ملی پوشان فوتبال کشور پس از برگزاری این دیدارهای دوستانه رهسپار تهران خواهد شد و پس از انجام یک هفته تمرینات فشرده در نخستین دیدارشان در رقابت‌های مقدماتی فوتبال جام جهانی 2018 میلادی روسیه میزبان سوریه خواهند بود. انتخابات فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا با حضور افغانستان فردا در شهر زوریخ سوئیس برگزار خواهد شد. در این نشست رئیسان فدراسیون‌های 209 کشور عضو فیفا برای انتخاب رئیس فیفا گرد هم می‌آیند. فدراسیون فوتبال افغانستان بازداشت 19 تن از مقام‌های فیفا را به اتهام فساد اداری بزرگترین چالش در برابر سپراتر در انتخابات فردا می‌داند. در انتخابات فیفا که فردا برگزار خواهد شد، سپراتر 80 ساله برای بار پنجم برای به دست آوردن کرسی ریاست این نهاد نامزد است. در این انتخابات دبیرکل فدراسیون فوتبال کشور نیز حضور دارد. این یک چالش بزرگی برای بلاتر است و یام که درست تقریبا یک روز قبل از انتخابات اینا تسگیر میشن و بلاتر بر اعضای فیفا و اعضای سابق فیفا بسیار سخت خود بود اینا تا تمام اعضای 209 کشوری که در این انتخابات اشتراک کردن در کنگرس اینا را قناعت بدن که فیفا مستقیما در این با دخیل نیست. آقای کریم میگوید که بودن یک رئیس کارآگاه در رأس فیفا در عملی ساختن برنامه‌های فدراسیون فوتبال افغانستان برای بازی‌های جام جهانی 2022 قطر میتواند تاثیرگذار باشد. ما برنامه‌ها را می‌بینیم، برنامه‌های تمام کاندیدا را می‌بینیم، دیدیم و می‌فهمیم که کی می‌تونه تاثیرگذار باشه و خدمتگذار باشه برای فوتبال دنیا. ما تمام به برنامه خود رأی دادیم. در انتخابات ریاست فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا تنها رقیب بلاتر پرنس علی بن حسین اردنی است که 40 سال عمر دارد. استوجهتان به خبرهای این ساعت تشکر. خدا نگهدار.